ازش به نام ده یاد میکرد. بله، من خودم تقریبا تا 65 سال تو این ده بودم. دهی که از دوره ساسانی تا حدود 40 سال قبل هنوز رگه هایی از حیات درش جاری بود و حالا تنها ازش تاریخ مانده و آخرین بازماندش عمو اکبر. در سنجی بی، حالا بگم باورتون نمیشه، بالای سرش تابلو بودن، این یازده خانم قلعه کنه 300 سال پیش از اصفهان ساخت شده. سخن از قدیمی ترین قلعه خشتی جهانه، قلعه باستانی ایزد خواست، سکونتگاهی که از اولین بناهای چند طبقه در تاریخ معماری ایران به شمار میره. این مهمترین بنای چند اشکوبه‌ای جهان گفته میشه. 7 طبقه داشت، 6 طبقه داشت، 3 طبقه داشت. چرا طبقه طبقه میساختن؟ خب جا تنگ بیده. تو قلعه؟ قلعه بیده، هنگم تنگ بیده، ریمونه میساختن که جاشون بشه. خانه ها تماماً خشت و گل هستن، سقف ها تیر چوبیه که تیرها بعضی جاها از دیواره حصار بیرونی قلعه هم بیرون زده، به شکل تراس و بالکن در اومده. اینا رو خود دست بالیده، گلش هم از اونجا اومده، تمام از اون پای اومده، اینا رو ساختن، به اونا چه زحمت میکشتن. گفته میشه قرار گرفتن قلعه بر فراز صخره‌ای با عرض مخروطی به ارتفاع 50 تا 70 متر اونو به یکی از امن‌ترین و دست نیافتنی‌ترین سکونتگاه‌های عهد باستان تبدیل کرده بود. از سه طرف کاملا مشرف به پرتگاه میباشه و تنها ضلع جنوبی این قلعه است که هم سطح با زمین میباشه. در جلوی درب ورودی هم خندقی وجود داشته که پس از عبور از اون پل متحرکی که بر روی خندق بوده اینا وارد قلعه میشدن. از آثار بازمانده از اماکن عمومی قلعه چون مسجد گرفته تا گاوچاها و کته‌های نگهداری قلعه حکایت از این داره که قلعه تونسته زمانی بهترین الگوی معماری و شهرسازی باشه. قدیمی‌ترین اثر بنای چهارتاقی یا آتشگاه مربوط به دوره ساسانیه که با ایجاد محرابی در اون تبدیل مسجد میشه. جدیداً ما می‌بینیم که کتابخونه اگر مثلا 60 سال قدمت داشته باشه یه چیز خیلی خوبه تو کشور ما. از زمان‌های خیلی قدیم داخل قلعه ما کتابخونه داشتیم. اینجا هم به عنوان مکتبخانه استفاده می‌شده، هم به عنوان مکانی برای نگهداری کتاب‌های قرآن و کتاب‌های نفیس دیگر. حتی وجود غارهای دستساز زیر قلعه هم خبر از رونق بازار کسب و کار اون زمان داشت. هر چی پینادوز بیدم چه مرگی تو اینا بیدم. اگر از سمت شمال استان فارس مهمان ما بودید، قلعه باستانی ایزدخواست نخستین بنای تاریخی این استانه که میتونید بازدید کنید. این بنا در 330 کیلومتری شیراز قرار دارد.